نخستین نیروگاه تولید برق حرارتی با سرمایه‌گذاری نزدیک به 40 میلیون دلار آمریکایی از بخش خصوصی بیات پاور در ولایت جوزجان در شمال افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه کشور میگوید بیات پاور برای ساخت این نیروگاه از آخرین فناوری‌های دنیا استفاده کرده و آغاز به کار آن یک روز تاریخی برای کشور محسوب می‌گردد. پروژه نه تنها برای اینکه تنها 40 میگاوات برق است. 40 میگاوات میتونه طور که ولی صاحب گفته سه ولایت تمام ولسوالی‌هاش برق بده. مهمتر از این است که اولین پروژه است که از غاز طبیعی ما خصوصا به سرمایه‌گذاری خصوصی برق تولید میشه و واقعا از جناب انجینیر صاحب سن الله بیات با نهایت امتنان داریم که واقعا عشق و علاقه که به افغانستان داشته با وجودی که از افغانستان بسیار وقتها دور بوده عشق و علاقهش این بوده که چینه و بتونه در افغانستان سرمایه گذاری کنه تا رفاه را بیاره و امید است یک سرمشق خوبی باشه با دیگه افغانایی که امکانات زیر دارن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن. در همین حال محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید تا حال 370 میلیون دلار آمریکایی در بخش تأمین انرژی از منابع داخلی سرمایه گذاری شده و ایجاد نیروگاه برق حرارتی بیات پاور نیز از کارهای زیربنایی به شمار می رود. اولین پروژه تولید برق از منابع طبیعی ما شما را سرمایه گذاری کردن و امروز افتخار داریم که در افتتاح او اشتراک می کنیم. لطف الله عزیزی والی جوزجان می گوید این برای نخستین بار است که باشندگان شمال کشور با استفاده از منابع زیرزمینی مناطق خودشان از نور برق مستفید می شوند. و این پروژه را فال نیک گرفتم و بجا می دانیم که با استفاده از فرصت از سرمایه گذاری محترم بنیاد بیات در رأس انجینیر سبیس الله بیات هم سپاسگزاری بکنم که به واقعا امیدوار است که همه سرمایه گذاران و تجاران ملی ما بدانند که در سرمایه گذاری را در کشور خود انجام بدن. بر اساس طرح اولیه شرکت بیات پاور در مرحله اول 42 میگاوات برق، در مرحله دوم 100 میگاوات و در مرحله سوم میزان تولید را به 192 میگاوات برق خواهد رساند. شرکت بیات پاور افتخار میکنه که نور برق در 200 هزار خانه افغان آورده. به تکمیل فاز دوم و سوم پروژه 200 میگاوات برق میاره. احسان الله بیات رئیس شرکت بیات پاور گفته بود که دولت با اجرای مرحله اول این طرح سالانه موفق به دریافت 900 میلیون افغانی بیش از 13 میلیون دلار خواهد شد و با تکمیل بخش سوم درآمد دولت سالانه به 3.2 میلیارد افغانی خواهد رسید.